لوکیشن جدید فیلمش جاییست در شمال کشور، ایران زمین، نزدیک به یک قبرستان قدیمی. نتیجه، یک شب آقای کارگردان تصمیم میگیره تنها بره تو اون قبرستون، چشماش رو ببنده 10 قدم به جلو و بعد هر جا که بود بیسته. تو عمق وجودش چیزی مدام تکرار میکرد که هر جا ایستادی به تو و فیلمت ربط داره، گره ساخت فیلم تو آنجا باز خواهد شد. آقای کارگردان راه افتاد، با خود شمرد: 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009. ایستاد، لحظه درنگ چشمانش رو باز کرد. روی سنگ قبری که جلوی پای راستش قرار داشت نوشته بود: مجهول الهویه. اصغر فرهادی برای چند ثانیه سر جای خودش میخکوب شد و بعد مطمئن شد یک شاهکار در مسیر تولیده. ما در دقایق آتی بعد در این قسمت از سینما مورخ درباره یکی از مهمترین و بهترین فیلم‌های کارنامه اصغر فرهادی سخن خواهیم گفت، درباره الی. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا سینما مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول روزنامه گاردین و مصاحبه این روزنامه با اصغر فرهادی، دوم مجله فیلم و سوم خبرگزاری های مختلف که در تمام این سالها در رابطه با اصغر فرهادی و درباره الی مطالبی رو منتشر کردند، البته خبرگزاری های معتبر. و حالا بریم در دل داستان. اجازه بدید پیش از شروع داستانمون درباره الی، یه مقدار درباره جایگاه درباره الی صحبت کنیم. این فیلم محصول کیه؟ 2009 میلادی یا 1387. بنابر آمار و شواهد و گزارش‌های سینمایی، این فیلم پای کسایی رو به سالن‌های سینما باز کرد دوباره که مدت‌ها بود با همه‌گیری DVD و دستگاه‌های پخش خانگی و امثال هم دیگه تو خلوت خودشون فیلم می‌دیدن. اما سر و صدایی که چهارمین فیلم سینمایی اصغر فرهادی به پا کرد باعث شد این آدم‌ها هم نتونن صبر کنن نسخه خانگی فیلم بیاد بیرون. چیکار کردن؟ مشتاقانه بلیت خریدن، رفتن تو سینما فیلمو دیدند. برای یک اثر سینمایی چه موفقیتی بالاتر از این؟ و اینجا کوتاه از گیشه هم بگیم، جالبه اکران درباره الی مقارن بود با بهار و تابستان پرماجرای سال 88. حالا شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در این حد عرض کنم که حدوداً در گیشه 1.5 میلیارد فروخت این فیلم. البته بلیت چند بود؟ 4000 تومان. به امروز تبدیل بکنیم دلار، اون موقع دلار الان عددی است برای خودش، و قطعاً اگر التهابات اون سالها وجود نداشت این عدد شما بفرمایید چقدر میشد. میتونیم یقین داشته باشیم که اتفاقات بهتری برای این فیلم میافتاد. به هر حال گذشته گذشته و آن تاریخ است. روایت کنیم داستان درباره الی را. اصغر فرهادی درباره الی رو 1387 کلید زد، اما ایده اولیه این فیلم از مدت‌ها قبل تو ذهنش وجود داشت، شاید حدود 1 دهه قبل. طبق خاطراتی که خود ایشون تعریف کرده، یه روز اصغر فرهادی عکس یک زنی رو میبینه که تو ساحل ایستاده داره به افق نگاه میکنه به دوردست. اون لحظه فرهادی با خودش میگه این زن به چی فکر میکنه؟ آیا این دریای زیبا به او آرامش میده یا برعکس داره مضطربش میکنه؟ آیا این امیدوار این آدمه یا هراسانه؟ هیچ کس نمیدونه. فرهادی فقط یک عکس جلوی روش داشت و از اونجایی که اساساً تمام فیلم‌های فرهادی همینجوری رقم خوردن که یه جورایی ایشون یه دکمه داشته رفته براش کت دوخته، حتی کت شلوار دوخته، تاکسیدو دوخته، اصلا این بار هم این آدم برای روایت همون یه فریم عکس فیلمنامه می‌نویسه، فیلمنامه درباره الی رو. تا یه اتفاقی بیفته، اساساً یک موجی در سینمای ایران آغاز شد به اسم قضاوت. حتی این مسئله در ادبیات گفتاری مردم جا باز کرد.
کرد، اونقدر که اگر انسان آگاهی باشیم و اگر توانایی صادق بودن با خود را داشته باشیم، امروز هر از گاهی از خود میپرسیم که دارم قضاوتش میکنم، دارم قضاوت میکنم نکنم. از این گذشته درباره الی کارهای دیگری هم کرد. مثال بزنیم، کلیدواژه‌های دروغ و خیانت رو به بطن پلات بسیاری از فیلمنامه‌ها وارد کرد. البته این بحث دروغ و خیانت موضوع مورد علاقه فرهادی کلن. ما در فیلم‌های قبلیش می‌بینیم، مخصوصاً چهارشنبه سوری قشنگ ما این مسئله رو می‌بینیم که فرهادی به این مسائل پرداخته. به هر حال دیدیم نتیجه درباره الی رو. اینا تو پرانتز عرض کنم، بعد از اقبال جامعه نسبت به این فیلم درباره الی، بسیاری خواستند اصطلاحاً فرهادی بازی در بیارن و روی همون الگو برن فیلم بسازن. اما از قدیم گفتند و شما به می‌دانید که نه هر که سر بتراشد قلندری داند. بله، خب بریم سراغ انتخاب بازیگران. داستان‌های جالبی دارن. درسته فیلم درباره الیه و بازیگر نقش الی هم که مشخص بود ترانه علی دوستی، اما نقش سپیده با بازی گلشیفته فراهانی کاندیداهای دونه درشتی داشت واقعا. مثال بزنیم، بنا بود لیلا حاتمی بازی کنه این نقش رو، اما باردار بود ایشون اون زمان و نشد که بشه همکاری، منتفی شد. از نیکی کریمی دعوت به همکاری شد، حتی یک ماه هم تمرین میکنه اصغر فرهادی با نیکی خانم کریمی، اما چون یک پروژه دیگری وجود داشت معلق برای 6 ماه قبل، دوباره اون پروژه کلید میخوره و خانم کریمی تعهد داشته به اون پروژه، ایشون مجبور میشه قرارداد رو فسخ کنه و بره سراغ پروژه‌ای که به آن پیش از الی تعهد داده بود. یه گزینه دیگه هم وجود داشته برای نقش سپیده، پانتا بهرام، واقعا کاربلد، ایشون هم نشد چون یه سفر کاری داشت نتونست قیدشو بزنه، مجبور میشه عطا رو به لقاش ببخشه این نقشو. البته سفرش هم مهم بود، خدایی برای یک جشنواره مهم داشت از ایران خارج میشد. به هر حال نشد که بشه. در نهایت گلشیفته فراهانی بازی کرد و چقدر هم بی‌نظیر بازی کرد. حالا اگر نازک شیم روی انتخاب گلشیفته فراهانی برای نقش سپیده، میبینیم که اما و اگرهایی داشته این انتخاب. چه اما و اگرهایی؟ عرض میکنم. اما و اگر، یک داستان تکراری و البته غم انگیز. قبل از اینکه درباره الی کلید بخوره، خانم گلشیفته بدون اینکه از ارشاد مجوز بگیری کاری میکنه، میره خارج از ایران، تو فیلم مجموعه دروغ‌های آقای ریدلی اسکات بزرگ بازی میکنه، محصول 2008 میلادی. هر کسی هم بود میرفت، کار درستی هم کرد واقعا. داستان فیلم هم بگیم جالب، این فیلم درباره حضور غیرقانونی آمریکایی‌ها در خاورمیانه است. این فیلم اصلا خوبه که. به هر حال خانم گلشیفته میگه من با خودم فکر کردم این آمریکایی‌ها دارن ضد خودشون ازم فیلم میسازن، مطابق با سیاست‌های خارجی مطلوب ایران هستن. قصه‌ای که ریدلی اسکات داره میسازه، داره روایت میکنه، نتیجه قطعاً برام بازی کنم، اینا اصلا جایزه‌ام به من میدن، مشکلی نیست که. اما دیدیم در عمل که نشد که بشه، خیلی اینجوری نبود. حالا ورود نمی‌کنیم ارشاد چه کرد و چه گفت و چرا رفتی چرا نرفتی، بدبختت می‌کنیم، قضاوتش با شما. شرح کامل این داستان رو تو مصاحبه اخیر خانم گلشیفته میتونید ببینید، بشنوید، لذت ببرید. کامل ایشون تعریف کرد اون ماجرا رو که چه بود و چه شد. داستان داشت، ارشاد خیلی اذیت کرد که چرا اجازه نگرفتی، نمیذاریم کار کنی، از این جور حرفا، چیزی که امروز هم می‌بینیم تکرار شده، بسیار هم تکرار شده و احتمالاً شد. حالا چه ارتباطی به درباره الی داشت این داستانی که تعریف کردیم؟ توی همچین شرایطی انتخاب گلشیفته برای یک فیلم، برای یک نقش، برای کارگردان و تهیه کننده ریسکه، چون احتمال داره ممنوع پخش کنن، اون بنده خدا ممنوع کارشه، فیلمم ممنوع پخشه، چیزی که بارها و بارها دیدیم در سالهای اخیر، مخصوصا حتی احتمال این بود که هر لحظه بیان سر فیلمبرداری گلشیفته رو ببرن، یعنی کار با جاش بخوابه. به هر حال با تمام این ریسک ها فرهادی انتخاب کرد، قبول کرد با گلشیفته کار کنه. ضمن اینکه حضور ایشون در فیلم درباره الی حاشیه های دیگری هم داشت که در ادامه باز عرض خواهم کرد.
همونطور که شما به میدانید، درباره الی 9 بازیگر اصلی داشت که خب انتخاب بسیاری از این بازیگرها طبعا کار درستی بود. آدمهای کاربلد در جای درست مثل شهاب حسینی کنار هم قرار گرفتن. در ادامه هم کم و بیش خواهم گفت از این بازیگران و اتفاقاتش، اما دو انتخاب عجیب غریب داشت اصغر فرهادی اون زمان که شاید هر کارگردانی این کار رو نمی‌کرد. دو انتخاب عجیب در بازیگران. اولی کی بود؟ مانی حقیقی. اون زمان کارگردان بود مانی حقیقی و فیلمنامه نویس و البته رفیق و همکار اصغر فرهادی با هم شکرده بودن. تا قبل از درباره الی فیلم کنعان رو با هم نوشته بودن. اومد به مانی حقیقی بازی داد. این اولیش. دومین نفر هم پیمان معادی بود که تا اون زمان واقعا هیچ کس به ذهنش هم نرسیده بود که آقا این بازیگر خوبیه. حالا خیلی ها میگن معادی، خیلی ها میگن معادی، انتخابش با شما. اما اگر برگردیم به اون روزها، پیمان داستان ما فقط فیلمنامه آوازگو رو نوشته بود، تو کارنامه اینو داشت و عجیب بود انتخابش. حالا برگردیم به این روزها، چقدر این آدم درخشانه، چقدر با استعداده. باز به این میتونیم برسیم که اصغر فرهادی واقعا باهوشه در تشخیص استعداد بازیگرا. همین روزها که با هم صحبت میکنیم، سریال افعی تهران در حال پخشه و داریم میبینیم چه میکنه پیمان معادی. به هر حال یه جورایی میشه گفت خیلی ها از جمله پیمان مدیون و مرهون اصغر فرهادی هستند به نوعی، گرچه این آدم مشخصا پیمان معادی هیچ وقت هیچ لطفی رو فراموش نمیکنه. یه نکته دیگه در رابطه با بازیگرا. ما تا قبل از فیلم درباره الی هر جا بچه میبینیم در سینمای ایران، یه جورایی از این بچه ها داره دکوری استفاده میشه، یعنی عموماً بازی گرفته نمیشه توسط کارگردان از بچه های سینما. اما توی درباره الی ما 3-4 تا بچه بامزه میبینیم که نه تنها حضورشون مصنوعی نیست، بلکه منطق داستانی هم داره. یه جورایی وسط فیلم اصلا قصه رو به دو تیکه تقسیم میکنن همین بچه ها، قبل از غرق شدن و نجات آرش و بعد از غرق شدن و نجات آرش. خود آقای فرهادی تو مصاحبهش میگه، ازش میپرسن که آقا تو چجوری بازی گرفتی از بچه ها، این بازی رو چجوری گرفتی؟ میگه من با هر کدومشون یه بازی خاصی میکردم، یه قصه‌ای براشون تعریف میکردم برای شخص اون بچه، و بعد واکنش اون بچه رو نسبت به چیزی که شنیده بود فیلمبرداری میکردم. این میشد بازی که میخواستم. باز هوشمندی کارگردان. ضمن اینکه بازی که ازش صحبت میکنیم صرفاً برای بچه ها نبوده ها، این هوش برای تمام بازیگرا بوده. احمد مهرانفر یه مصاحبه‌ای داره بعدها، میگه ما 9 تا بازیگر بودیم، آقای فرهادی برای هر کدوم از ما یک نوع بازی خاص و بر اساس شخصیت خودمون و شخصیتی که بنا بود ایفاش بکنیم در نظر گرفته بود و ازمون انتظار داشت اونو، و در جهتش هم البته بسیار بهمون کمک میکرد. اینها هوشمندی های اصغر فرهادی است. در ادامه اصغر فرهادی برای تمرین عوامل 2 ماه پیش بینی میکنه، 2 ماه زمان میذاره برای این کار. این تمرینی هم که ازش صحبت میکنیم واقعا جالبه. چند تا نکتهشو مثال بزنیم. تو خود فیلم کاراکتر علیرضا که صابر عبر بازیش میکنه کلن جلوی الی بازی نداره، هیچ صحنه ای نداره، با ترانه علی دوستی اصلا بازی نداره، اما چند تا جلسه تمرین میذاره اصغر فرهادی با این قصه که علیرضا پا میشه میره خونه الی و 1 ساعت بی وقفه بهش اصرار میکنه که الی جون مادرت، یه فرصت دیگه به هم بده، با هم دوباره زندگی کنیم، زندگیمونو بسازیم و اینجور حرفا. ما همچین چیزی در فیلم نمیدیدیم، تو تمرین ها بوده، دوربینم داشته میگرفته. یه مثال دیگه، احمد با بازی شهاب حسینی از آلمان زنگ میزنه به سپیده، میگه برام زن پیدا کن. ما اینو تو فیلم باز نمیبینیم، یعنی اینکه احمد با سپیده قبلا یه سر و سری داشتن، چون سپیده با امیر ازدواج میکنه، قبلش با احمد یه سر و سری داشته، ما کلا هیچ اشاره‌ای به این مسئله نمیبینیم در فیلم. اما شاید اشاره نبینیم، یه سری کدهای کمرنگ وجود داره که فرهادی در فیلم میده به مخاطب اگر با دقت و هوش بهش نگاه کنیم. حالا این نکته جذاب بگیم، از دل همین تمرین ها که هرگزم فیلم برداری نشد،
دوربین بود فیلمبرداری نمیشد. یه سری صحنه های جذاب به وجود اومد، خلق شد. مثال بزنیم، سپیده و امیر که گلشیفته فراهانی و مانی حقیقی بازیش کردن، نشستن تو خونه، یکی یکی دارن زنگ میزنن به بچه‌ها که بچه‌ها پاشید بریم شمال، دارن اوکی میگیرن از بچه‌ها که بریم شمال. اینا هیچ وقت فیلمبرداری نشد، اما دوربین اونجا بوده و اونا فکر میکردن که داره فیلمبرداری میشه، جزء فیلمه. چه تمرینی کرده اسخره فرهاد. یه جورایی میشه گفت فرهادی داشت آدمها رو، نقشها رو، شخصیتها رو و انسانهایی که انتخاب کرده بود و به هم پیوند میداد، تو نقشا فرو میبرد، در اتفاق، در روابطشون. در ادامه بیشتر خواهیم گفت. عرض کردم هیچ کدوم از این تمرینها، اتفاقاتی که تو تمرین افتاد، تو خود فیلم نیست، هیچ کدوم فیلمبرداری نشد، اما بارها تمرین شد. و چرا این کارو کرد فرهادی؟ که شخصیتها قشنگ لایه لایه ارتباطشون رو با هم بشناسن، این 9 نفر. و این میشه که من و شمای مخاطب باور میکنیم شخصیت ها رو، روابطشون رو باور میکنیم، اینها چند تا رفیق قدیمی هستن. یه چیز جالب عرض کنم، مانی حقیقی وقتی میفهمه کلن اینا تمرین بود، اصلا دوربین خاموشی ها نمیگرفته، حالا قاطی میکنه، میگه مگه ما آماتوریم ما اینجوری برخورد میکنی؟ حالا فرهادی اونجا چی میگه؟ ما کار نداریم. آره کار نداریم. چی شد؟ یه چیزی بود گذشت. آقا بلش یه موسیقی بشنویم. بیایم جلوتر. 2 ماه تمرین تمام شد، 75 جلسه فیلم برداری شروع شد. همه اول فکر میکردن به واسطه معدود بودن لوکیشن ها نهایتاً تو 6 هفته شوتینگ انجام میشه، همون فیلم برداری انجام میشه. اما آقای فرهادی اصلا این داستانا نیست که بیایم تو 6 هفته فیلم برداری کنه. چه حرفیه؟ 3 ماه کامل فیلم برداری طول میکشه. و این جالبه، تو این 3 ماه یه جورایی بازیگرا تو قرنطینه بودن، هیچ کدوم از اعضای فامیل و خانواده و اینا حق نداشتن بیان تو لوکیشن. آقای فرهادی معتقد بوده بازیگرای من به هیچ عنوان نباید از حس و حال فیلم در بیان، از اون موقع تمرین تا الان باید تو همون حس بمونن. یه نکته جذاب، تنها کسی که حق داشته تو قرنطینه نباشه، یعنی بیرون باشه، صابر عبر بوده. چرا صابر عبر؟ به واسطه نقشش. میدونیم دیگه نقش صابر عبر 1/3 پایانی فیلم حدوداً اضافه میشه به داستان و ما اونجا میبینیمش. اما خود صابر عبر تصمیم میگیره که آقا منم میخوام باشم، منم قرنطینه، منم بازی. آقای فرهادی هم استقبال میکنه طبیعتاً. چرا میخواسته باشه؟ به نظر بنده از هوشمندی صابر عبر بود که بره اونجا ببینه توانمندیش بیشتر شه و از دست نده اتفاقات اونجا رو، چیزهایی که گفته شد و شنیده. یه نکته جالب و قبل از ادامه عرض کنم، کل بازیگرا، 9 بازیگر 9 شخصیت این فیلم، با اتوبوس میرن سر لوکیشن. هیچ کس اجازه نداشته ماشین شخصی بیاره. چرا؟ یکی این که اینا رفیق بودن، باید دوره هم میرفتن شمال، میگفتن، میخندیدن، حال میکردن، فضا باید بینشون همون چیزی میبود که تو تمرینا بوده، تو فیلمنامه است. 2 خدایی نکرده اتفاقی برای کسی نیفته، برای یکی اتفاق میافتاد کل فیلم میرفت رو هوا، خدایی نکرده. اینه که فرهادی میشه فرهادی، به همه چیز فکر میکنه. و حالا این قسمت شاید طنز داستان بود، همشون انشالله سالم باشن. نکته مهم اینه، زمانی که ما این فیلمو میبینیم بعد از 16 سال امروز، هنوز انگار بوی تازگی میده، هنوز با هر بار دیدنش آدم به فکر فرو میره و به این مسئله باید فکر بشه که چه تفاوتی داشته ساخت این کار. این هاست تفاوت‌های کوچک و بسیار بزرگ عمل کرده یک کارگردان ایرانی. یکی از محدودیت‌های فرهادی برای ساخت درباره الی لوکیشن بود. خاطرتون هست عرض کردم بنا بود نیکی کریمی بازی کنه در این فیلم، 1 ماه هم تمرین کرد، ولی چون قرارداد داشت باید میرفت سر اون کار، خب کنسل شد، مجبور شد بره. اصغر فرهادی هم نمیتونست صبر کنه که مثلا بره برگرده. چرا؟ اون ویلای لب آبی که پسندیده بود فرهادی بنا بود خرابش کنن، خواستن بکوبن.
یه تایم مشخص و محدودی وجود داشت برای فیلم برداری و از اونورم فرهادی معتقد بود این ویلا چیزی است که من تصور کردم و باید باشه تو متن من این ویلاست. تنها تغییری هم که تو اون ویلا اعمال میشه دقیقاً همون شکلی میمونه ها، هیچ دست بهش نمیزنن. تنها تغییر دو تا پنجره است. دو تا پنجره میسازن برای اینکه دریا از داخل ویلا خیلی خوب دیده بشه. دکور همونه. و چرا این کارو میکنن؟ آقای فرهادی عیناً نقل قول کنم میگه که در درباره الی شخصیت های فیلم من اینها هستند: امیر، سپیده، پیمان، شهره، احمد، الی، منوچهر، نازی، علیرضا و دریا. آقای فرهادی میگه این کاراکتر آخر باید حسابی دیده میشد. دریا باید دیده میشد. برسیم به سال 88، اکران عمومی فیلم و بهار 88. بعد از اکران همین جوری مصاحبه مطبوعاتی می اومد بیرون از بازیگران و عوامل درباره الی. تو یکی از این مصاحبه ها ترانه علی دوستی تعریف میکنه، میگه بعد از اینکه سکانس بادبادک بازی منو لب ساحل گرفتیم، آقای فرهادی منو آف کرد و کلن منو فرستاد هتل که جلو چش بچه ها نباشم. و چرا این کارو کرد؟ پرانتز بگم جوری هم فرستاده که بچه ها نفهمن. این کارو میکنه که فرضیه غرق شدن و نیست شدن کاراکتر این آدم برای بازیگرا ملموس‌تر شه. جالبه. خانم علی دوستی تعریف میکنه، میگه بچه‌ها که برگشتن هتل، اتوبوس که اومد وایساد، من باز شد رفتم بالا، دیدم همه ول خسته کوفته خیس رو صندلی‌ها قسم افتادن ولو، دارن منو نگاه میکنن، زل زدن به من. یه اتفاقی میفته، شهاب حسینی چشمش میفته به ترانه علی دوستی، خاطره ای که خود ترانه علی دوستی تعریف کرده. میگه شهاب چشمش افتاد به من، گفت خدا رو شکر تو زنده ای. ببینیم چقدر تو عمق داستان فرو رفته بودن. و اجازه بدید اینجا یک خاطره بازی هم بکنیم. درباره الی چند تا دیالوگ ساده داره، اما چون از ته دل واقعا بیان شده و خوبم نوشته شده، هنوز که هنوزه و تا دنیا دنیاست، واقعا تو ذهن من و شما باقی مونده و میمونه. یکی شیه اون ای وای ای وای ای وای که شهاب حسینی گفت، وا ویلا. و البته یه جورای امضای شهاب حسینی هم هست، تو کارهای دیگه اش هم دیدیم، مثلا پوست شیر دوباره ای وای رو تکرار کرد، چقدرم جذاب، انگار فقط مال خودشه. یا از یک دیالوگ دیگه صحبت کنیم. بعد از اینکه محرز میشه که آقا الی غرق شد دیگه تمام، یه دیالوگی داره علیرضا که صابر ابر بازیش میکنه، چقدرم خوب بازی میکنه. میگه چی؟ میگه بذارید من 5 دقیقه مال خودم باشم، نترسید، حال من بدتر از اینی که هست نمیشه. نترسیم بابا، من حالم از این بدتر نمیشه. از عوامل هم صحبت کنیم. فیلمبردار درباره الی حسین جعفریان بود که آقای فرهادی پیش از این توی چهارشنبه سوری هم باهاش کار کرده بود. اما اینکه برای درباره الی هم ایشون دعوت به کار شد، بیشتر به واسطه تجربه‌ای بود که سر فیلمبرداری زیر پوست شهر و شب یلدا داشت آقای جعفریان. چرا؟ پر از سکانس‌های کم نوره. آقای فرهادی یه مصاحبه‌ای داره بعدن، میگه جعفریان کسی است که ارزش تاریکی رو میدونه و من برای روایت قصه‌ام به همچین آدمی نیاز داشتم، به همچین تجربه‌ای نیاز داشتم. ضمن اینکه ما به درباره الی اگر از نگاه فیلمبرداری نگاه کنیم، به این مسئله پی میبریم که کلاً فیلمبرداری این کار مثل قصه‌اش، مثل حال آدم‌هاش، کلاً دو تیکه است. همه چیز این فیلم دو تیکه است. تا قبل از غرق شدن آرش که داریم رقص و عشق و حال و شادی و خنده مسخره بازی می‌بینیم، و توی این زمان‌ها دوربین چجوریه؟ دوربین رو پای است، ثابته. وقتی میایم جلوتر، بعد از پیدا شدن آرش و حالا گم شدن الی که تلاطم وارد داستان میشه، کلان همه چی به هم میریزه، از این رو به اون رو میشه، کاراکتر فضا کلان تغییر میکنه. اینجا دوربین رو دست دیگه، از تکنیک رو دست استفاده میشه. پرانتزم بگم اینی که خیلی خواستن ادای فرهادی رو در بیارن، یکیش اینه، هر کی رسید گفت دوربین رو دست کار در میاد دیگه، بهترین فیلم میشه. به هر حال آقای جعفریان البته با مشورت فرهادی اومد برای جلوگیری از گل درشت شدن این داستان، که از یه حدی بیشتر اگر لرزش دوربین وجود داشته باشه خب گل درشت میشه دیگه، اینجوری میشه، چیکار میکنه؟ از یک تقلبی استفاده میکنه که تا حدی هم البته این تقلب مرسومه در سینما، یک تکنیک یه جورایی. چه میکنند؟ فقط پیچ پایه دوربین شل میکنند، دوربین حالا تکون میخوره. طبعا یک تفاوتی با در واقع دوربین ثابت داره، یه تفاوتی هم با کلن رو دست داره. نتیجه هم دوربین رو دست هم نیست.
و آن نتیجه چیزی است که ما در درباره الی دیدیم. به اینم اشاره کنیم، انقدر نقش مدیر فیلمبرداری آقای جعفریان برای فرهادی مهم بوده که قرارهای کوهنوردی میذاشته با جعفریان از کی، چند وقت قبل از شروع فیلمبرداری. چرا؟ مدام میخواسته با این آدم گپ بزنه، یک جهانبینی مشترک با هم در واقع پیدا بکنن، حرف همو بفهمن. و جالبه یکی از وجوه اشتراک این دو نفر چیه؟ اینکه درباره الی نیازی به نمای کلوزآپ زیادی نداره، به این میرسن با هم دیگه. هر دو هم موافق بودن نیازی به این نبوده که کارگردان بیاد فیلمبردار توجیه کنه، راضی کنه، یا بالعکس بره کارگردان مثلا توجیه کنه. حالا چرا نیاز به کلوزآپ زیاد نداره درباره الی؟ به اعتقاد این دوستان چون مخاطب دیگه انقدر باهوش هست که بدونه باید تمرکزش روی چی بذاره. شما یه لانگ به مخاطب بده، مخاطب دنبال اون چه که باید میگرده. جالبه به این توجه کنیم، آقای فرهادی و عواملش و تیمش حق قضاوت کردن رو حتی به دوربین خودشون هم نمیدن، چه برسه به خود کارگردان و عوامل اصلی و بازیگر و هر آنچه شما بفرمایید. خب از یه نکته جالب دیگه هم صحبت کنیم، جالب و ماندگار. اون سکانسی که دارن پانتومین بازی میکنن تو کار خیلی هم سکانس باحالیه، خیلی حال خوبی داره، زنده است قشنگ. توی اون سکانس واقعا دارن پانتومین بازی میکنن اون 9 نفر، یعنی خود بازیگران زندگی واقعیشونه. انقدر اینا با هم بودن، رفاقتاشون شکل گرفته در طول این مدت 2 ماه تمرین به اون شکل، یعنی همه تو دل هم دیگه، بعد همه با اتوبوس برن، همه قرنطینه، دیگه در هم تنیده شده بودن. جالب آقای فرهادی سوژه پانتومیمو دقیقا مثل بازی در گوش بچه ها میگفته، تک تک بچه ها، یعنی فقط همون آدمه میدونسته، اون آدمه بازی میکرده، بقیه واقعا داشتن حدس میزدن، یعنی خود واقعیشون رو ما میبینیم در اون سکانس. و اینجا یکی از کتها و توانمندی های کارگردان رو میبینیم، یکی از سوژه هایی که در گوش بچه ها میگه مادر حاج زنبور عسله. حالا این دو رو با هم مقایسه کنیم، تو کل اپیزودهای حاج زنبور عسل اون زنبور کوچولو داره دنبال مادرش میگرده، تو فیلم فرهادی هم همه دارن دنبال یک نفر میگردن، چقدر جذاب. خب از فشارهای کاری گفتیم تا حدودی، اجازه بدید به یکی از مصاحبه‌های گلشیفت فراهانی هم برسیم. چند سال بعد البته مطرح شد راست و دروغش هم پای خانم فراهانی و دوستان. ایشون تو مصاحبه‌اش بارها البته اعلام کرده که تو اون سکانسی که سپیده از امیر سیلی میخوره، شدت این ضربه به حدی بود که پرده گوش من پاره شد. بعد حالا پرده گوش من پاره شده، آقای فرهادی اجازه نمیداد من برم درمونگاه، یعنی تا شب من با همون شرایط مجبور بودم سر لوکیشن باشم سر فیلم برداری. چقدر واقعیت داره قضاوتش با شما. یه مثال دیگه هم بزنیم از فشار کار. فراهانی تعریف میکنه، میگه آقای فرهادی منو مجبور میکرد کنار ساحل بدوم، آرد و نخود بخورم که صدام بگیره، یعنی صدام پرتنش بشه برای اون صحنه‌ای که حالا تنش داره و اینها. اینم جالبه بدونیم آقای مادی، پیمان مادی، این ادعاها رو رد میکنه، میگه آقا برای من اصلا عجیبه، فرگلی اصلا چی میگی، برده بودیم مگه؟ حالا اینکه کی درسته کی غلط، ما راوی هستیم و شما خواستیم. از یک تغییر هم بگیم، تغییر لحظه‌ای. کلاً درباره الی اتفاقات زیاد داشته. مثلا بنا بوده صحنه آخر این فیلم توی یک مسافرخونه گرفته بشه و ما تنهایی علیرضا رو ببینیم، اما روزی که می‌خواستن این صحنه رو بگیرن هوا ابری میشه، شمال بوده دیگه، هوا یهو ابری میشه، راکورد نوری حفظ نمی‌شده، نمیتونستن صحنه رو بگیرن، کار عقب میفته. تو همین اوضاع یهو آقای فرهادی یکی از ماشین‌هایی که متعلق به یکی از همین کاراکترها بوده در فیلم، یعنی راکورد داشته، ماشینه وجود داشته، یهو می‌بینه ماشینه گیر کرده تو ساحل، عوامل پشت صحنه، عوامل فیلم دارن هول میدن اینو بیارن بیرون. چیکار میکنه؟ تو لحظه پایامندی عوض میشه، به بازیگرا میگه سری بپوشید، پوشید، برید هول بدید. خود آقای فرهادی مصاحبه داره، میگه این سکانس، یعنی اون سکانسی که ما میبینیم به عنوان سکانس پایانی، میگه زیباترین چیزی بود که تا حالا ثبت کردم. و این میشه که پایان بندی درباره الی در لحظه عوض میشه.
این صحنه است که ما داریم پی او وی سپیده رو میبینیم در اوج غم و ویرانی از پنجره آشپزخونه. این صحنه ای که دارن هول میدن رو داره تماشا میکنه و چقدر عجیب غریب اون پایان بندی. من دو توضیح بدم. یک، راکورد نور عوض شد. یعنی چی؟ اگر خورشید باشه ابر بیاد دیگه راکورد قبلی وجود نداره. اگر این لباس تبدیل بشه لباس قرمز، در ادامه همین صحبت دیگه راکورد لباس به هم میریزه. پی او وی یعنی چی؟ پی او وی سپیده رو میبینیم، از نگاه سپیده نگاه میکنیم به یک اتفاق، به یک حالا سکانس پلان یا یک کسی رو، یا یک در واقع صحنه‌ای رو نگاه میکنیم، میشه پی او وی سپیده. اگر شما صحنه‌ای که روبروی من هست رو ببینید میشه پی او وی احمد هاشمی. از یک اتفاق دیگه هم صحبت کنیم، بازم اتفاق عجیب. جدا از اون ماجرای سنگ قبر مجهول الهویه که ابتدای این قسمت عرض کردم، یه اتفاق عجیب ناخودآگاه دیگه هم رخ داده درباره موسیقی فیلم. قطعا میدانند مخاطبان سینما مورخ که درباره الی آهنگساز نداره. آقای فرهادی بنا بود از بین یه سری آلبوم و ترک، یک عالمه آلبوم و ترک، یک قطعه موسیقی بی کلام انتخاب کنه برای صحنه آخر فیلم. حالا چه اتفاقی میفته؟ یه روز بعد از ساعت‌ها کار، یعنی ساعت‌ها شنیدن موسیقی‌های مختلف برای انتخاب، یا آهنگی توجه آقای فرهادی رو جلب می‌کنه. در نهایت آهنگو گوش می‌کنه، حال می‌کنه، دستیارش صدا می‌کنه، میگه فلانی بیا کاور این آهنگو پیدا کن ببین اسمش چیه که همین اوکیه استفاده کنیم. دستیاره می‌گرده، مو به تن هر دوشون سیخ میشه. چرا؟ به نظر شما اسم آلبوم چی بوده؟ اسم کاور چی بوده که موسیقی رو همینجوری گوش کرده دیگه؟ برای الی اسمش بوده. مجهول الهویه اون اول، درباره الی، برای الی. خیلی عجیبه این اتفاقات. و این آهنگ برای هنرمندی است به نام آندریا باور، یک موزیسین آلمانی که ایشون خودش هم خبر نداشت روزی چه لطفی خواهد کرد در حق تنها کارگردان اسکار برده سینمای ایران، اونم نه یه اسکار. و اما قصه های اکرانه درباره الی. نکته اول و مهم اینه که اول بنا بود نذارن کلن این فیلم در 27 جشنواره فجر شرکت کنه. در واقع با کلی سلام و صلوات رفت شرکت کرد. اما زمانی که شرکت کرد، بیا و ببین. همون موقع چه صفای طویلی بسته شد برای دیدن این شاهکار جلوی درهای سینما، سینماهایی که مربوط به جشنواره فجر 27 بود. در واقع از همون روز اول نمایش این فیلم در ایران سر و صداهای درباره الی شروع شد. تو پرانتز عرض کنم تمام این شوبلای چرخ گذاشتنها به واسطه گلشیفت فراهانی بود دیگه. عرض کردم رفت خارج از ایران بازی کرد برای ریلی اسکات و تمام این داستانها شروع شد. اما به هر حال آقای فرهادی و تهیه کننده از روز اول میدونستن، ریسک کردن، قرارداد بستن و به امید همچین روزی رفتن جلو. شانس هم باشون یار بود، این کار اکران شد، بسیار هم ازش استقبال شد. در نهایت با تمام این حاشیه ها سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم، بهترین صداگذاری و بهترین کارگردانی تقدیم شد به درباره الی. بعد از جشنواره فجر و این موفقیت ها یک بار در یک مراسم سینمایی آقای فرهادی یه صحبتی میکنه. بنده خدا میره میگه که آقا این سینماگرانی که رفتن خارج مثل جعفر پناهی، مثل گلشیفته و اینها، حالا چیزی نشده که بیان کار کنن، خانواده این فلان اینا. اینو میگه. این حرف اصلا به مذاق وزارت ارشاد وقت و رئیس سازمان سینمایی وقت، یعنی جناب جواد شمقدری، خوش نمیاد. نتیجه اکران عمومی درباره الی به خطر میفته کلن. میگن برو مثلا این حرفا نیست، ما باید غریم. این کار تا جایی ادامه پیدا میکنه که اصغر فرهادی میاد یه نامه‌ای با چاشنی عذرخواهی مینویسه، میگه آقا چی نکنید دیگه، نمینوشت اکران نمیشد درباره الی. به هر حال ایشون اون موقع به این نتیجه میرسه که بنویسه دیگه، کار دیگه، اکران چه بچه‌ها زحمت کشتن تایید کننده رو چیکار کنیم. اینم اضافه کنم یکی از دلایلی که این نامه رو مینویسه اصغر فرهادی، فیلم بعدیش هم بوده. همون موقع جدایی نادر از سیمین داشته فیلمبرداری میشده، نمینوشت شما بشنو، اونم توقیف میشد.
شد. این حرفا نیست، دیدیم شنیدیم، شما هم دیدید و شنیدید. از اینجور توقیف ها زیاد بوده هست و خواهد بود. به هر حال اون موقع خطر رفع میشه و چه خطری هم رفع میشه. یعنی شما فکر کن رئیس سازمان سینمایی بخت که خیلی هم دلنازش بود ناراحت میشد، قبول نمیکرد، میرفت توقیف میکرد جدای نادر از سیمینو. الان اسکار نداشتیم ما. حالا شما تاریخ سینما رو ببین چی میشد. به هر حال اینجوری هم نبود که ترکشی نداشته باشه این اتفاق برای فرهادی و فیلمش و به طور کلی کارش. اون سال اکران نوروزی ندادن به درباره علی، گفتن میبخشیمت ولی برو اون گوشه وایس و پاتم بگی بالا. خرداد سال 88 رفت روی پرده سینما درباره علی و به هر جهت اتفاقاتی هم افتاد. شما به می‌دانید که درباره علی درخشش جهانی هم کم نداشت. مهمترینش خرس نقره‌ای بود برای بهترین کارگردانی جشنواره برلین. خود آقای فرهادی میگه من خودمم امید نداشتم برنده شم خرس نقره‌ایو، یعنی اصلا رفتم مراسمم شرکت کردم بلیط نداشتم، یعنی بلیطی گیرم میومد تهران بودم اون موقع، اصلا اونجا نبودم. به هر حال قسمت این بود که این بار سینمای ایران با فیلمی بیفته سر زبان‌های مردم جهان که فقر و فلاکت رو نشون نده حداقل، چون هرچی فیلم از ایران دیده شده از بدبختی ما بوده، همش هم جایزه گرفته. درباره علی اومد تصویری از طبقه متوسط جامعه نشون داد این بار و جایزه گرفت نوش جونش. اینم بعد نیست اضافه کنیم که یه جشنواره ژاپنی این فیلمو کلا نمیپذیره، درباره علیو نمیپذیره شرکت بده تو جشنواره‌اش. چرا؟ چون تصویری که از مردم ایران داشته اون جشنواره با چیزی که تو این فیلم میبینه فرق داشته. یعنی واقعا انگار جدی جدی یه سری از مردم دنیا باورشون اینه که ما امروز با شتر مثلا تو خیابون ولیعصر مثلا دور تجریش با شتر داریم راه میریم، یعنی در این شرایطه واقعا باورشون اینه که ما در فلاکت محضیم و چیز دیگه ای ببینن میگن نه اینا فتوشاپ، اصلا اینجوری نیست. این اتفاق افتاد برای درباره علی در واقعیت. یه نقل قولی داره آقای فرهادی، بد نیست اینجا عنوانش کنیم. تو جشنواره برلین و توی نشست خبری که برگزار شد برای درباره علی، ایشون میگه که فیلم من دایره المعارفی درباره ایران نیست، این فیلم درباره همه انسان هاست، قصه است درباره همه انسان ها. البته حضور درباره علی و عواملش در جشنواره برلین 2009 میلادی خالی از حاشیه نبود. کلن هر فیلمی از ایران، اینو شما در جریان باش، هر فیلمی از ایران بره بیرون یه جشنواره حاشیه رو داره. حالا شما یه جا بوسه میبینی یه جا غیر بوسه. حاشیه‌ای درباره علی چی بوده؟ اون روزها همراه شده بود با ممنوعیت‌ها و مخالفت‌های مدیران سینمایی و حتی بالاتر از مدیران سینمایی با کی؟ گلشیفته فراهانی. دیگه اونجا اوج داستان بود دیگه، حالا همه یاد داریم. اگر شما به یاد بیاورید تمام عواملی که از ایران رفته بودن برلین کنار هم عکس یادگاری گرفتن، گلشیفته فراهانی اینور جدا جدا رو فرش قرمز، اینا اینور اونا اونور، این گرفتاری ماست و این جای تأسف. واقعا خانم فراهانی بعدها گفتش که انگار بین من و اونها دیوار کشیده بودن. هر جا من وای میستادم اونها اصلا نزدیکم نمیشدن، هر جا اونها وای میستادن به من اجازه نزدیک شدن نمیدادن، که نکنه ما هم ممنون کارش. حالا کی اجازه نمیداده؟ قضاوتش با شما. خانم فراهانی گلشیفته ایران زمین بعدها اصغر فرهادی رو البته متهم کرد که به دلیل حواشی مرتبط با فیلم مجموعه دروغ‌ها همون ریدلی اسکات، به این دلیل من گفتش که نیا پیش ما رو فرش قرمز جشنواره برلین، برو اون ور وایسا. حالا این که ایشون گفته یا نگفته نمیشه قضاوت کرده. خود آقای فرهادی در این باره البته نظر دیگه ای داره، طبیعتاً تکذیب کرده کل این اتهامات و البته از شمال دویدن لب ساحل و آرد و نخوچی و پرده گوشم پاره شد در مونگا نذاش من برم و اینها، همه اینا رو تکذیب کرده ایشون تا جشنواره برلین که برو اون ور وایسا پیف پیف و فلان و اینا. آقای فرهادی تو صحبتاش گفته گلشیفته به میل شخصی خودش رفته اون بر وایستاده یا نزدیک ما نیومده، اجباری کلن در کار نبوده. در نهایت اجازه بدید ما همچنان راوی باشیم و شما قاضی. و اما قصه تکراری کپیکاری.
از همون روزها یه حرف و حدیثی درباره کپی بودن درباره الی وجود داشت و داره. همین لحظه هم که با هم صحبت می‌کنیم، کما اینکه در رابطه با آثار بعدی فرهادی هم این مسائل پیش اومد. اینکه هست یا نیست بحث دیگری است. میکلانجلو آنتونیانی، فیلمساز ایتالیایی، یه فیلمی داره به اسم ماجرا. 1960 میلادی ساخته فیلمو و اونجا هم در اون فیلم یه شخصیت اصلی گم میشه، بقیه دارن دنبالش میگردن. حال و هوای فیلم آقای فرهادی درباره الی تا حدی به فضای فیلم ماجرا نزدیکه، فیلم این کارگردان ایتالیایی. اما سوال، مگر در تاریخ سینما چند تا داستان اصلی کلن داریم برای روایت؟ تو فیلم های اکشن مثلا نگاه کنیم، یکی هن داستان های اصلی. فیلم های ترسناک، ذات داستان ها یکی هن. این که در ریز داستان، در ریز مسائل کارگردان و نویسنده تفاوت ایجاد کنن یا در کارگردانی تفاوتی ایجاد کنن، این مهمه. به هر حال امروز اگر با انصاف به هر فیلمی که شما بگویید نگاه کنیم، میشه اون فیلمو با یک فیلم دیگه در تاریخ سینما مقایسه کرد یا شبیه دونست. موضوعات و پلات های داستانی در جهان محدودن و شباهت ها بین فیلم ناگزیر. امروز این جهان ذهنی هر هنرمند، هر کارگردان و نویسنده است که میتونه از یک قصه یا فضای تکراری یک اثر جدید و بی‌نظیر خلق. یه خاطره از آقای فرهادی هم بگیم. میگه یه روز در طول کار داشتم به دریا نگاه میکردم و این مسئله ذهنم رو مشغول کرده بود که چقدر این بخش از طبیعت زیباست. آیا معنایی جز آرامش با خودش به همراه داره؟ این در ذهن آقای فرهادی بود. همون لحظه که آقای فرهادی داشته به این مسائل زیبا فکر میکرده، خیره شده بوده، نزدیک بوده دو تا از بچهای صحنه تو آب غرق شن، از عوامل پشت صحنه. آقای فرهادی میگه همون لحظه به دو وجهی بودن تمام اجزای هستی پی بردم. چیزی که نماد آرامشه میتونه در لحظه خشمگین هم باشه و ورق رو برگردونه. و فرهادی میگه این یعنی خود زندگی. پرانتز عرض کنم دو نفرم نجات دادن. حالا آقای فرهادی هم اینجوری وای نستاد تفکر مثلا حالت نیچه فکر کنه، نه رفت نجات داد. اجازه بدید این قسمت رو با یک دیالوگ به پایان بریم. یکی از ماندگارترین دیالوگ‌های درباره الی که همه به یاد داریمش این است که میگوید آیا یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه؟ زمانی که در میان قصه‌های کوچک باشیم، شاید یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان باشه. اما سوال مطرح کنیم، اگر انسان‌های حتی بزرگ در سرزمین‌های بزرگ با آرزو و آمال و رویاهای بزرگ با هزار و یک جور دروغ و خیانت مواجه باشند، اما باز به قدری ریشه و اصل خودشون رو، اون فضا رو دوست داشته باشند که نخوان این تلخی بی پایان به پایان رسد، اون وقت چطور؟ اگر تلخی موندن رو به گسی رفتن ترجیح بدن چطور؟ در این لحظه پایانی من با شما از الی صحبت میکنم، با میلیون ها الی که هیچ کدوم از ما شاید حتی اسم کاملشون رو هم نمیدونیم. هیچ کدوم از ما درست حسابی نمیشناسیمشون، از بس صدای آوازشون رو نشنیدیم، از بس باد بادک های آرزوشون تو آسمون ها گم شدند، از بس خواسته هاشون سرکوب شدند، بس که جوونیشون تو مژه ها غرق شدند با لباس های بلند و سرتاسری، از بس حلقه طلا انداختند در یک صندوق آبی رفع بلا، اما باز هم مصیبت دامنگیرشون شد، از بس هیچ کس نبود قصهشون رو تعریف کنه. تو بگو حتی با پایانی باز. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا سه‌شنبه آتی و موضوع جذاب بعدی در سینما مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به جادوی سینما میسپرم و میبینمتون. شما معرفی میکنید.
اول سایت tantan.com یا اگر بخوایم اسپل درست انگلیسیش رو بگیم tintin.com. دوم کتاب تولد تنتن نوشته محمود کلانتری و در نهایت سوم مستندهای ساخته شده در تمام این سالها درباره تنتن و رفقاش که از رسانه‌های مختلف و البته معتبر پخش شده. حالا بریم در دل داستان. خب ممنون از جناب آقای هاشمی عزیز بابت این برنامه خیلی خوب. استیون اسپیلبرگ بزرگ همراه با بچه کلاس مشغول دیدن این برنامه زیبا بود. در دهه 80 میلادی قصد داشت یکی از داستان‌های تنتن رو به تصویر بکشه و فیلمش رو بسازه. چه کرد؟ او با هرژه تماس گرفت، البته از راه دور، و موافقت ایشون رو برای ساخت یک فیلم کارتونی بر اساس تنتن جلب کرد، بر اساس ماجراهای تنتن که نوشته آقای هرژه بود.